درود و وقت بخیر میگم به شما بینندگان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون آریان. من محسن میرزایی هستم و به همراه دیگر همکارانم و همچنین دو میهمان گرامی در این برنامه شما را همراهی میکنیم. در این برنامه میخواهیم در رابطه با دو مقوله صحبت کنیم و بررسی بکنیم موضوع را. در بخش نخست برنامه جمهوری اسلامی در 44مین سالگردش را نگاه میکنیم و تحلیل میکنیم در رابطه با وضعیتی که امروز جمهوری اسلامی در آن قرار گرفته. از نظر بسیاری از کارشناسان امروز جمهوری اسلامی با بزرگترین ابر چالش خود در طی حیاتش روبرو شده، چالشی با نام انقلاب زن، زندگی، آزادی. در بخش نخست برنامه در همین رابطه صحبت میکنیم و البته در همین بخش در انتها نیز میخواهیم به نشست جورج تاون بپردازیم، نشستی که در آن شخصیت‌های سیاسی آمدند صحبت کردند، شخصیت‌های اجتماعی در آنجا حضور داشتند و همچنین سلبریتی‌هایی که پیام خود را اعلام کردند. در رابطه با هر دو موضوع صحبت می‌کنیم و برای بحث در این رابطه دو میهمان با ما هستند که من یکی یکی خدمت شما معرفی می‌کنم. جناب پروفسور عباس ولی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی، و همچنین جناب آقای رضا فانی یزدی، فعال سیاسی چپ، که به هر دو میهمان گرامی من درود و وقت بخیر میگم. در ابتدا با جناب پروفسور عباس ولی آغاز خواهیم کرد. جناب عباس ولی، یک نگاه به وضعیت فعلی جمهوری اسلامی، همینطور که در پیش درآمد برنامه هم بنده عنوان کردم، امروز جمهوری اسلامی با بزرگترین ابرچالشی که در طی حیاتش داشته روبرو شده و میخوایم ببینیم وضعیت جمهوری اسلامی در 44 سالگی چگونه است. البته موضوع خیلی بزرگه، اما میخوام وضعیت فعلی رو، تحلیل شما رو از وضعیت فعلی جمهوری اسلامی بدونیم. بفهم. به نظر من از هر جنبه‌ای که شما نگاه بکنید، هر معیاری را بخواید برای بررسی واقعیت اختیار بکنید، داستان 44 سال سلطه جمهوری اسلامی داستان غم‌انگیز یک سقوط هست، یک سقوط به معنای واقعی. رژیمی که با مشروعیت انقلابی سر کار اومد، در این 44 سال کل مشروعیت خودش رو برای حکومت از دست داد، پایه‌های پشتیبانیش به حدود 10 حداکثر 15% کل جمعیت ایران تقلیل پیدا کرد، صاحب اقتصاد ورشکسته ای شد، اقتصادی که حداکثر در 30% ظرفیت خودش کار میکنه، مقصودم اقتصاد تولیدی هستش، و بانی یک نوع کاپیتالیزم راندخار شد که در قیاس با کاپیتالیزم کلاسیک 100 مرتبه مرتجع تر، استثمار گرتر و ویرانگرتر شد. اگر در زمان رژیم پهلوی استثمار کارگران به صورت سود سرمایه به وسیله صاحب سرمایه ها اخذ و کسب می شد و بخشی از آن به تولید بازگردانده می شد، الان ما صاحب این اقتصاد سرمایه‌داری رانتی هستیم در ایران که باز تولید سرمایه رانتی تأثیر خیلی جزئی
در باز تولید قشرهای کارگر داره، طبقه کارگر داره. میدونید این یک فکت اقتصادی دردناکه. یعنی یک عده فقط پولدار میشن و پولدار شدن اونا هیچ تأثیری مثبتی بر ساختار اقتصادی نداره از نظر اقتصادی. و کل مشروعیت نظام هم ریزش کرده. نظام الان در یک فازی از بحران هست که در اصطلاح سیاست، تئوری سیاست بهش میگم بحران حاکمیت، که ظاهراً تمام اهرم‌های قدرت را در دست داره ولی نمیتونه این قدرت را به سلطه تبدیل بکنه و نظم را بدون کاربرد حد اکثری خشونت برقرار بکنه. این نظامی است ورشکسته، چه از نظر مشروعیت و چه از نظر حاکمیت، چه از نظر مبانی اقتصادی. و صحبت از فروپاشی اجتماعی هم الان دیگر در همه مجالس راجعش باش صحبت میکنن. حتی خود کارگزاران رژیم دارن نسبت به این مسئله میگن همین یکی از اعضای این شورای منحوس نگهبان، همینا خودش به آقای خامنه‌ای گفته بود که من صحبت از فروپاشی میکنم و آقای خامنه‌ای گفت، گویا گفته بود فروپاشی سیاسی، گفته بود نه، ما الان در شرایط فروپاشی اجتماعی هستیم. این به اصطلاح میراثی که 44 سال حکومت جمهوری اسلامی در ایران به جا گذاشته و رژیمی هستش که حد اکثری، یعنی از یک ایدئولوژی قشری، افراطی قشری پشتیبانی کرده و اون را بر لایه‌های متفاوت جامعه، یعنی ساخت، یعنی واقعا اگر بگیم حقنه کرده، بی دروغ نگفتیم، یعنی گزاف نگفتیم، حقنه کرده. نتیجه این مسئله هم الان میبینید، یک جامعه مدنی هستش که درش لایه های طبقه متوسط تا حد زیادی ریزش کرده، به فرودستان شهری پیوستن. طبقه کارگر هیچ وقت از نظر تعداد، از نظر کمیتی، یعنی طبقه کارگر فعال مولد رو میگم، از تا این حد از نظر کمیتی ریزش نکرده بود، برای اینکه به فقر پیوستن. یعنی اینا کسایی نیستن که در تولید کار میکنن و دستمزد کم میگیرن، اینا کسایی هستن که دستمزد ندارن، توجه میکنی؟ و اینجوری شده این رژیم بحران. یعنی اگر بگیم ما واقعا بحران، چون این بحران هم مجموعه ای از بحران هست، به نظر من بهترین تعبیری که میشه ازش کرد این که وارد یک نوع بحران سیستمی شده، یعنی کل سیستم بحران زده است. و این خصوصیت 44 سال حکومتی، من تنها چیزی که میتونم از نظر به اصطلاح سیاسی فلسفی بگم اینه که 44 سال حکومت نادانان بوده، میدونی؟ یعنی واقعا اگر شما یک مجموعه ای را جمع بکنید که چنین مصیبتی را بر یک جامعه وارد بکنه، باید اونا را دستچین کنید بیارید که یک همچین کلیت جاهلی واقعا بسازید. یعنی شما میتونید این از کسایی که الان در کابینه هستن ببینید، این کابینه از نقطه ابتکار عمل، ابتکار مدیریت، دانش مدیریت، دانش سیاسی، هر معیار شما بگیرید در حد اقل هست.
و کلا نمیتونه یک جامعه پیچیده و تا حد زیاد، یعنی در سال 1957 ایران تا حدی مدرنیزه شده بود، اقتصاد سرمایه‌داری شکوفایی داشت. توجه میکنه؟ حالا ما نمیخوایم اینجا تعبیرهای چیز، یا نمیخوایم اینجا تعبیرهای ارزشی از خوبی یا بدی سرمایه‌داری بکنم اینجا، ولی این اقتصاد شکوفای سرمایه‌داری رو داشت واقعا و همه اینا ویران شد. به کسایی هم که به دنبال این رفتن، مثل گروه های چپی، گروه های دموکراتیک، اینا در حقیقت برای این رفتن که، یعنی در این رژیم یک خاصیت ضد امپریالیستی دیدن که به نظر من از همون اولم یعنی چیزی نبود. توجه میکنید؟ نزوما ببین ضد آمریکایی بودن در شعار به معنای ضد امپریالیستی بودن نیست. و از نظر معیارهایی هم که شما بگیرید، یعنی ایجاد به اصطلاح نهادینه کردن پروسه های عدالت اجتماعی که چپ همیشه این را همراه با دموکراسی میگیره و میگه دموکراسی سیاسی یه چیزی هست فرمال و باید با عدالت اجتماعی همراه باشه، یعنی من قبول دارم دموکراسی بدون یکسانی و برابری هیچ وقت کامل نیست، ولی این رژیم رژیمی نبود که بتونه بانی این دموکراسی باشه. مشکل اینجا بود و ما الان در اینجا هستیم. من فکر میکنم که اگر این انقلاب پیروز نشه، تصور این که این یعنی جامعه ایران به یک بحران یعنی عجیبی دچار نشه، یعنی خیلی مشکل تصور این مسئله، برای اینکه تمام اون چیزایی که اون زمادهایی که یک جامعه را به هم میبنده از هم گشوده شده، باز شده. اینجوریه، من اینجوری میبینم، یعنی وضعیت خطرناک میبینم واقعا. بسیار عالی جناب پروفسور ولی، عذرخواهی میخوام، حالا توی بخش بعدی در رابطه با این وضعیت رو خب تشریح کردید، افق پیش رو، اصلا راهی برای برون رفت وجود داره؟ اصلا راهکارهای مقابل جمهوری اسلامی میخوایم صحبت کنیم و اصلا جامعه هم به چه سمتی خواهد رفت؟ توی این زمینه بیشتر صحبت میکنیم توی بخش بعد. و جناب آقای رضا فانی یزدی، فعال سیاسی چپ، بحث رو با شما ادامه میدیم. آقای فانی یزدی، آقای ولی هم به موضوعات اشاره کردن، اتفاقاتی که گذشت، اما یک حاکمیتی بود جمهوری اسلامی، حاکمیتی که بدون شک، یعنی حتی مخالفانش هم اینو تایید میکنن که در سالهای نخستین واقعا حاکمیت محبوبی در نزد مردمش بود، حاکمیتی بود که به عبارتی با 98% بر سر کار آمد، یعنی 98% رأی موافق به جمهوری اسلامی رو داشت. یک پروسه طی شد تا به امروز رسید. من میخوام ارزیابی شما در رابطه با وضعیت فعلی و این تقابل و تعاملی که ایجاد شده به کجا خواهد رسید، میخوایم صحبت کنیم، نظر شما رو میشنویم، بفرمایید. سلام میکنم خدمت شما، بینندگان عزیزتون و پروفسور ولید، و خیلی خوشحالم که در کنار ایشون هستم و شما دوستان عزیز. من با تمام صحبتهایی که ایشون کردن کاملا موافقم، یعنی انقلابی به اصطلاح در ایران بود، 44 سال گذشته و در حقیقت این وضعیت کنونی در حال فروپاشی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و از تمام جوانب جامعه ما دچار بحران‌هایی هستش که واقعا تا اونجایی که افراد به اصطلاح کارشناس به اینا نگاه میکنن، بسیار از این بحران‌ها واقعا چشم‌انداز راه حلی در چارچوب نظام موجود دیگه نداره. همینطور که اشاره کردین، انقلاب ایران واقعا یکی از بزرگترین انقلابات مردمی در تاریخ معاصر به اصطلاح جهان هست. عکسی که توی پشت سر من هست تصویری است از به اصطلاح تهران و شما میبینین که چه استقبالی در دوران انقلاب در حقیقت از این مسئله شده. میلیون ها نفر در خیابان های کشور خواهان تحول اجتماعی بودند، تحولی که واقعا به دنبال یک نظام دموکراتیک، حل مسائل و مشکلات اجتماعی، مسئله تفاوت طبقاتی و بهبود وضعیت زندگی به طور کلی برای مردم بود
و فاجعه‌ای که امروز اتفاق افتاده به نظر من این هستش که پس از 44 سال ما شاهد هستیم که اون آرزو و امیدی که در دل میلیون‌ها نفر از مردم در کشور ما برای تغییر و تحول به وجود آمده بود، اون آرزو به اصطلاح به یک یأس کامل مبدل شده. یعنی این بزرگترین خسارتی هست که به امید در زندگی میلیون ها انسان و نسلی که تمام به اصطلاح همت خودشون رو و تمام موجودیت خودشون رو گذاشتن. بسیاری از کسانی که در انقلاب ایران شرکت کردند همه افراد محروم نبودن. بسیار از روشنفکران، بسیار از مدیران، بسیار از اساتید دانشگاه های ایران، بسیاری از طبقات مرفه در جامعه ایران بودند که اینها از امکانات خودشون برای زندگی بهتر در مجموع برای کل جامعه عبور کردند، اون امکانات رو فدا کردند و امروز ما شاهد هستیم که اون آرزو، اون به اصطلاح فداکاری نتیجهش به نظامی منجر شده که یک نظام فاسد، نظامی که تمام اندامهاش در حقیقت همینطور که آقای دکتر هم اشاره کردن روز به روز در تمام عرصه هایی که ادعا داشته و تمام عرصه هایی که ما آرزو داشتیم تحولات مثبتی صورت بگیره بیشتر از روز به روز سقوط کرده و امروز واقعا ما با ابر بحران در جامعه ایران مواجه هستیم. بحرانی که شما میبینین در نتیجه اون افرادی پیدا شدن و ادعای به اصطلاح رهبری سیاسی جامعه رو دارن که اینها در مثلا شما در یک شرایط عادی اصلا اینها نمیتونن حضور داشته باشن. چرا ما شاهد چنین وضعیتی هستیم؟ به خاطری که اینقدر وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فقر و فساد و دزدی در این جامعه و اجحاف و تبعیض زیاد شده که هر کسی میتونه امروز ادعا بکنه که میخواد به اصطلاح وعده بهتری رو بده برای فردا و این وضعیتی است که ما در اون به سر میبریم. من واقعا فکر میکنم که این بحران یکی از مهمترین بحرانهای تاریخ معاصر در کشور ما هست و اگر نیروها، افراد، سازمانها، احزاب واقعا به این مسئله به این شکل فکر نکنن امکان کنار هم گذاشتن اونها وجود نداره و این بحران میتونه به یک فروپاشی در جامعه ما منجر بشه که عواقب و پیامدهاش بسیار بسیار خسارتبارتر از اون چیزی هستش که امروز حتی ما داریم در جامعه میبینیم و قابل تصور شاید نباشه. به خاطر همین باید به وضعیت کنونی دقت کرد که چه گذشته و چه راههایی وجود داره واقعا و اگر راهی پس که میشه روی اون به اصطلاح توافق کرد با توافق عمومی بتونیم به اصطلاح در اون مسیر گام برداریم. بله. خیلی ممنونم. سپاس. از باز میگردیم در رابطه با همین موضوعاتی که گفتید دوباره بیشتر صحبت خواهیم کرد جناب آقای فانی یزدی و پروفسور عباس ولی. جناب ولی شما به یک موضوع اشاره کردید، البته خیلی مسائل وقتی در کنار هم میچینیم همه موضوعات را یک وضعیت بسیار نگران کننده است، یک ابر چالش، ابر بحران و بحران مرکب است. یعنی بحران تنها در مسئله اقتصادی نیست، بحران تنها مسئله مشروعیت نیست، بحران در تمام زمینه ها، سیاست داخلی، خارجی، همه چیز. با این وضعیت آلترناتیو های پیش رو و به عبارتی اون احتمالات پیش رو برای این جامعه و این حاکمیت رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر من الان یک حالتی پیش اومده که باید تا حد زیادی مثل اینکه آرزو کرد، میدونی اینجوریه. یعنی اگر ما یعنی تحلیل مشخص از شرایط مشخص ایران بکنیم، یعنی بگیم شرایط مشخص یک برشی، یک مقطعی از یک پروسه 44 ساله است و لزوماً بخش اعظم ویژگی های این 44 سال در اینجا مشهوده، ولی چینش این نیروهای جوری هستن که نتیجه اون با این پروسه 44 ساله معمولا یکی نیست و نخواهد بود. ببینید الان در این شرایطی که در ما هستیم باید
آرزو کرد و من آرزو میکنم که در این جنبش و این حرکت انقلابی که من اینو از همون اولم حرکت انقلابی خوندم، برای اینکه این حرکتی هستش که یک خیزشی هست معطوف به تغییر. حرکت معطوف به تغییر همیشه حرکتی است معطوف به قدرت، و حرکت معطوف به قدرت همیشه حرکتی است که میخواهد شرایط را عوض بکند. این به نظر من یک حالت یک خیزش انقلابی بود و باید آرزو کرد که یک نوع رهبری مشخصی از داخل این حرکت انقلابی در ایران، خیزش انقلابی بیرون بیاد و این رهبری ویژگی هایی را داشته باشه که به طور کلی در این شعار آزادی بخش زن زندگی آزادی درش دیده میشه. اهم آن، مهمترین ویژگی که این رهبری باید داشته باشه که الان اونجوری که هست در خارج نمیبینیم، من شخصا ندیدم، این ویژگی شناسایی، پذیرش و احترام به این هویت متنوع دموکراتیک باشه، هویتی که هم همگون، مشترک، یکسان هست. این هویتی که زن زندگی آزادی به وجود آورده و هم در این حال به هویت‌های دیگه احترام میذاره، علی‌رغم اینکه اون هویت‌ها ویژگی‌هایی دارن که با این هویت مشترک لزوماً نمیخونه. این هویت الان هویتی است خیلی دموکراتیک، یعنی مردمی از این بابت. این قابل تقلیل نه به مسائل ملی هست، نه به مسائل به اصطلاح قومی هست، نه به مسائل جنسی هست و نه به مسائل طبقاتی هست و همه اینا رو در خودش داره، ولی هیچ کدوم به تقابل تقلیل و تنزل دادن به اینها نیست. من امیدوارم که این یک رهبری پیش بیاد که بتونه این حالت اساسی را، یعنی حالت واقعا منحصر به فرد را به نظر من در تاریخ ایران این را حفظ بکنه. یادمون باشه در سال 1356-57 یک جبهه‌ای تشکیل شد و اساس این جبهه بر وحدت کلمه بود. مثلا آقای سنجابی و نمیدونم آقای شایگان و فلان اینا پاشتن رفتن و بیعت کردن، توجه میکنی، واقعا قبول کردن خمینی را. و چپ ایران خواند، یعنی مشخص نامشخص، نوشته نانوشته خواند، یعنی به هر ترتیبی بود بیعت کرد، بخش بزرگش. و الان این مسئله، این هویتی که پیش اومده، این شرایطی که پیش اومده نیاز به بیعت نداره، توجه میکنی. برای همینه که چیزایی مثل وکالت و اینجور چیزایی اینقدر مسخره است الان، توجه میکنی. ما اون وقت یعنی ولایت بود، الان باید به وکالت باید چیز بکنن. یعنی این نیست، مردم مردمی هستن مستقل، اینا مردمی هستن که این مردمان ایران مستقلن، شعور سیاسی دارن و همین که این شرایط پیش اومده نشون میده که اینا شعور سیاسی دارن، خرد سیاسی دارن. آغاز یک جنبشی در اونجا میبینیم، یک خیزشی میبینیم که معطوف به قدرته، توجه. اینا خب یک همچین شرایطی لزوم ولی یعنی تهدیدی شامل، یعنی شما میگید این دست اقدامات مثل وکالت رو گفتید، یک زمانی ولایت عهد بود و بعد ولایت فقیه و ولایت های گوناگون، یعنی تهدیدی متوجه این انقلاب از این بابت ها نمی شود یا فکر میکنید این جریان انقدر بزرگتر است که این مسائل رو در خود حل میکنه؟
ببینید بله ببینید یعنی اساس این مسئله این هویت دموکراتیک گفتم اینه که این فرد حالا فرد مقصودم فرد یک فرد یک شخص نیست، یک سازمان، یک بنگاه، نمیدونم یک حزب، یک دسته، هر چی شما بخواید، یک از اون که چیز یعنی فردیتش در اونجا، این فردیتش در حالت دموکراتیک محفوظه، توجه میکنی؟ این به اون هویت مشترک در چارچوب هویت مشترک اقدام به عمل میکنه. این سازمان هایی که به وجود اومدن سازمان های افقی هستن که به طور موازی با هم کار میکنن، اینا سازمان هایی هستن که عضوگیریشون شرکت درشون حالت چیز داره، حالت یعنی اشتراکی داره، اینا میرن تو مشترک میشن، اینا میتونن برن تو بیان بیرون. این مثل چیز نیست از بالا یک سازمانی اینا رو نگه داشته باشه یا نیاز به کارت حزبی داشته باشه یا نیاز به قسم خوردن و باور به یک چیزی داشته باشه، به یک جبهه‌ای داشته باشه. مسئله وحدت کلمه و این وحدت کلمه در ذات این شعار به صورت یک نوع چیز هستش، یعنی یک نوع یعنی اشتراک در خودگردانی و یعنی حفظ استقلال ایناست. یک همچین جنبشی نه نیاز به وکالت داره، نه نیاز به ولایت داره، نه نیاز به، اگر نمایندگی بشه این نمایندگی باید مستقیما به صورت آرایی باشه که به صورت مخفی داده میشه، یعنی آرای دموکراتیک. به غیر از اون هیچ چیزی در اینجا نمیتونه قابل یعنی اون مشروعیت داشته باشه که ما یکی تقاضایی که بعد وقتی هم که استراتژی این وکالت شکست میخوره بعد میایم یک گروهی تشکیل میدیم، این گروه هم میخواد واقعا در عین اینکه ادعای رهبری داره میکنه هیچ نوع برنامه‌ای در داخل ایران نداره. این مسئله من نمیفهمم این چه جور چیزی هستش، البته به جز یکی دوتاشون که میدونستن چی میگن. حالا میاییم اونجا برمیگردیم به این مسئله، ولی من اینو میخوام بگم که میشه آرزو کرد، امیدوار بود که این حرکتی که در داخل ایران شروع شده، این وضعی که در ایران شروع شده و تا به حال نزدیک به 20,000 نفر بازداشت شدن، نزدیک 500-600 نفر تو خیابونا کشته شدن، تعدادی در اعدام شدن، تعدادی در زیر شکنجه جون دادن یا دارن جون میدن، خب این افرادی هستن که قبل از هر کسی اینا مشروعیت دارن که ادعای تملک این جنبش رو بکنن. من که در خارج نشستم و دارم حرف میزنم، من چه ادعایی میتونم داشته باشم؟ تا حد اکثر کاری که میتونم بکنم این که بگم که به نظر من این درسته، به نظر من این درست نیست، توجه میکنی؟ ولی من تعجب میکنم که چرا و چطور میشه بر اساس یک همچین چیزی واقعا ادعای چیز کرد. اینجوریه. من فکر میکنم الان ما در شرایط بسیار خطرناکی هستیم، شرایط خطرناکی هستیم، برای اینکه از یه بابت همون جوری که به درستی میگن دوره چیز، دوره این رهبرهای کاریزماتیک میلیون ها نفر برن اونجا زنده باد مرده باد بگن گذشته. اون چیزی که در ایران واقعا الان لازمه یک شورای رهبری در داخل هستش که با خارج ارتباط پیدا بکنه، و این شورای رهبری باید توافق بکنه یه روی یک برنامه مینیموم بر اساس اصول دموکراتیک قبول و پذیرش تمام کسایی که حاضرن که این برنامه مینیموم رو بپذیرن. حد اکثر ما میتونیم تا اونجا پیش بریم، ولی زنده کردن یک رژیمی که با انقلاب سرنگون شده، حالا اگه این انقلاب بیراهم رفته که رفته، توجه میکنی؟ ولی این به معنای مشروعیت اون رژیم قبلی نیست. درست. توجه در رابطه بخش دوم همین مسئله جورج تاون و شورای رهبری داخلی هم صحبت میکنیم. سپاس از شما جناب پروفسور ولی گرامی و جناب
فانی یزدی ارجمند، شما یک موضوعی رو عنوان کرده، گفتی در این شرایط بلبشو کسانی میآیند ادعاهایی میکنند، ادعاهایی در قامت یک رهبر و کسانی که میخواهند یک جریان را در دست بگیرند و میان یک سری برنامه ها را ارائه میکنند. تهدید این دست افراد حالا در برخی مواقع میشود گفت نمیدونم محترمانه کتوله سیاسی یا کلمه محترمانه این کسانی که کوتاه‌قامتان سیاسی هستند که تا دیروز به قول معروف گفتن تا چند وقت پیش شاید در میان حزب خودشون هم حرفی برای گفتن نداشتن، در میان طرفداران سرسخت خودشون هم حرفی برای گفتن نداشتن، ولی امروز دارن نسخه‌ای رو برای یک کشور یک جامعه میپیچند. تهدید این دست افراد را چقدر جدی میبینید و شاید به ناگاه همچون 57 یکی از دل آنها بیرون آمد و بخواهد همه چیز را به قول معروف برو باید؟ ببینید من فکر میکنم که وقتی دیکتاتوری ها طولانی میشن یک حالت استیصال سیاسی به وجود میاد در جامعه و این استیصال سیاسی گاه شرایطی رو به وجود میاره که آدم ها به طرف بیعت کردن به اصطلاح گام برمیدارن. این اون چیزی که آقای پروفسور ولی اشاره کردن در دوران انقلاب و بیعت به اصطلاح با آقای خمینی از طرف شخصیت ها احزاب و غیره، همین استیصال سیاسی بود به نظرم که سالهای طولانی همه ما در انتظار یک به اصطلاح حرکتی بودیم و وقتی این امواج انقلاب را افتاد و فردی در حقیقت سرسختانه و به اصطلاح با لحظه سنجی کامل در موقعیت رهبری قرار گرفت، یکی پس از دیگری همه به اون چکار کردن؟ بیعت کردن. الان هم در جمهوری اسلامی ما متاسفانه شاهد یک چنین وضعیتی هستیم، یعنی یک حالت استیصال هست، یک مقداری به اصطلاح درماندگی سیاسی هست و خیلی ها فکر میکنن که جمهوری اسلامی ایران قدرت سرکوب زیادی داره یا داشته و هیچ نیروی جدی در شکل نگرفته، بنابراین این بحث های بیعتسازی و نمیدونم وکالت دادن و و از اون بدتر این که به اصطلاح بسیاری اصلا ما در تاریخ کشورمون چنین وضعیتی رو نداشتیم که اینقدر دخالت خارجی اولا به طور آشکار در مسائل روزمره کشور ما باشه و این همه به اصطلاح شخصیت هایی که ادعای سیاسی دارن و رهبری سیاسی دارن آشکارا افتخار بکنن که میخوان با رهبران سیاسی کشورهای دیگه دیدار بکنن و فکر میکنن که این دیدارها این حمایتها میتونه به اصطلاح تحولی رو در کشور به وجود بیاره. اما اگر برگردیم به صحبتی که جناب آقای پروفسور ولی اشاره کردن، احترام به هویت متکثر در داخل جامعه، باید دقت بکنیم که این احترام به هویت متکثر در درون جامعه باید در شعارها، در شکلگیری جنبشها واقعا جای خودش رو پیدا بکنه. یعنی ما اگر در شعارها اشتباه بکنیم، یعنی شعارهایی رو بدیم که متناسب با این هویت متکثر در جامعه نباشه، یا اگر نیروهایی رو برجسته بکنیم چه به لحاظ قومی، چه به لحاظ زبانی، چه به لحاظ جنسیتی، هر جایی که ما این تعادل هویت متکثر رو به هم بزنیم اونجا به ضرر جنبش هست. و به همین دلیل من فکر میکنم که ما گاه میبینیم که اعتراضاتی هست، جنبش های مطالباتی مثلا طی سالهای گذشته هست، ولی زمانی که اتفاقا این موقعیت بسیار مناسب، چون این لحظات به اصطلاح سیاسی هم که به وجود میان، فرصت های سیاسی که به وجود میان، اینها همیشه نه هستن و نه باقی میمونن، یعنی یک شرایطی به وجود میاد، یک فرصت سیاسی به وجود میاد و در این فرصت سیاسی اون جنبشی که به اصطلاح خودنمایی میکنه یا شعارهایی که طرح میشه، اون شعارها اگر نتونن بیانگر همون به اصطلاح هویت متکثر یا مطالبات عمومی جامعه باشن، نمیتونن به اصطلاح فراگیر بشن و این مشکل رو ما باید واقعا عمیقا درک بکنیم که به هیچ عنوان وزن به اصطلاح بیشتر از اون چیزی که در به اصطلاح جامعه هست به اصطلاح شعارها ندیم و به گروه های اجتماعی مشخصی ندیم. ببینید ما قبل از اینکه جنبش به اصطلاح زن زندگی آزادی
که من هم معتقدم که واقعا یک جنبش انقلابی هست به اصطلاح این شکل خودش رو بروز بده. ما بسیار جنبش های مطالباتی داشتیم، کارگران، نمیدونم معلم ها، بازنشسته ها، مالباخته ها، هم بسیار گروه های دیگر ما داشتیم، حتی در به اصطلاح شهرهای بزرگ جنبش های معترضی رو داشتیم که اتفاقا خیلی هم سیاسی می شدن. یعنی شما اگر دقت بکنین، اگر مسئله آب پیش می اومد، آخر شعار مثلا مرگ بر خامنه ای در می اومد از توش، مرگ بر ولایت فقیه در می اومد، یا مثلا جریان مثلا اعتصاب کارگران نیشکر و هفت‌تپه همینجور و غیر و ذلك. اما چرا این جنبش‌هایی که حضور دارن وقتی یک چنین فرصت به اصطلاح استثنایی به وجود میاد اینا به اصطلاح همراه نمیشن؟ ما باید اینو سعی کنیم متوجه باشیم که اگر جمهوری اسلامی که ما معتقدیم که در بسیاری از زمینه ها مسئله فقر، تبعیض در همه عرصه ها، نمیدونم همه اینها، اگر اینها رو همه اکثریت مردم ایران دارن از اونها رنج میبرن، بنابراین در این فرصت های انقلابی شکلی از سازماندهی، شکلی از شعارها و شکلی از رهبری، همینطور که ایشون اشاره کردن، باید در داخل کشور به وجود بیاد که اون شکل از رهبری هم به اصطلاح بیانگر این تنوع هویت متکثر جنبش باشه و هم در عین حال وجاهت سیاسی داشته باشه، از نظر سیاسی قابل اعتماد باشه. چون مردم همینطوری بلند نمیشن بیان تو خیابون چرا که فلانی مثلا با مکرون دیدار کرده یا فلانی در کنگره اروپا مثلا شرکت کرده یا غیره. مردم میخوان مطمئن باشن که این فردی که یا این گروه هایی که مدعی به اصطلاح رهبری هستن، اونها رو میشه بهشون اعتماد کرد و اینها به اصطلاح مسئلهشون مسئله شخصی خودشون نیست، مسئلهشون مطالبات هست. و در گذشته هم میشه نگاه کرد که اینها یا در کنار مردم بودند یا نبودند. ما نیاز داریم به یک جبهه یا به اصطلاح نهادی که من فکر میکنم در داخل کشور در حال شکلگیری هست، که هم وجاهت، هم اعتماد و هم به اصطلاح نشون داده در گذشته خودش که پا به پای جنبش مردم و به همون نسبتی که مردم ریزش کردن از این حکومت جمهوری اسلامی ایران، از اون فاصله گرفته و روز به روز داره به اصطلاح نزدیک. فانی یزدی، توی جنبندی الان به شما باز میگردیم برای جنبندی نهایی در رابطه با همین موضوع میتونیم صحبت کنیم. سپاس از شما و سوال پایانی از جناب آقای پروفسور ولی و همچنین جنبندیشون جورجتاون. نشستی در جورجتاون شکل گرفت، شخصیت‌های مختلف از الیت هنری، ورزشی و همچنین سیاسی در آنجا حضور داشتن. نظر شما رو میخواییم در این رابطه بشنویم و همچنین در پایان هم جنبندی شما بفرمید. من منکر این نیستم که خب هر گروهی، هر افرادی، هر فردی، هر گروهی، هر دستهی میتونه یعنی در شرایط آزاد دموکراتیک برای خودش یک پلتفرمی، یک سکوی ترتیب بده، بیاد از اونجا با مردم صحبت بکنه. این حقشه به نظر من، میتونه اینجا. ولی اینکه چی داره میگه و نتیجه اون گفته ها و اون کار حرکاتش و کارهاش چی هست، اون مورد نظر هست و باید مورد بحث و مداقع قرار بگیره و یعنی بفهمیم و بدونیم که داره به کجا میره و کجا ختم میشه. من این چیز را، این گرد همایی واشنگتن رو تا حد زیادی خیلی شتاب زده دیدم و این شتاب زدگیش به نظر من نشان دهنده خامی افرادی بود که در اون شرکت کرده بودند و با توجه به اوضاعی که در ایران هست، اینا یک نوع یعنی به قول چیز، یعنی فقط انگلیسی ها گودویش کردن، یعنی آرزوهای خوب برای بزرگ خوب بیان کردن بدون اینکه واقعا هیچ نوع تحلیلی، هیچ نوع چیزی در اینجا بدن که چرا این جنبش افت کرده و از همه مهمتر این که
چرا افرادی که اونجا هستن در حد اکثر میتونن یک قشر بسیار کوچکی را یعنی نمایندگی بکنن، توجه میکنی؟ حتی اگه بکنن، من نمیدونم میکنن یا نمیکنن. ما در اونجا مثلا نگاه بکنید الان مثلا قلب تپنده این انقلاب در درجه اول کردستان بوده، بعد مازندران، لرستان بوده و حالا بلوچستان هست. خب کردستان از کسی در اونجا بوده که به تا اونجایی که من اطلاع دارم به صورت یک شخص منفرد یا حد اکثر به صورت یعنی به صورت نماینده حزب خودش میتونه اونجا باشه، حتی این نماینده اون مرکز به اصطلاح هماهنگی احزاب کرد هم نمیتونست باشه. این یک، و بلوچان نبودن، ترکای آذری نبودن، ترکمنهای مازندران نبودن، لورها نبودن و عربها نبودن. و خب این ایران به اصطلاح متکثر هم اینا هستن، توجه میکنی؟ اینا خب بخشی بزرگی از این هست. بنا یعنی در واقع هیچ چیزی که مشکل اساسی که در این جمع بود ناخونی اون و یعنی تمایز، حتی بگم تباینش با چیز بود، با این روحیه خیزش ژینا یعنی زن زندگی آزادی و اون هویت مشترک بود، توجه میکنی؟ این برای همین گفتم این شتاب زده بود. ولی خب این حق حقشه، منم میتونم برم یه کرسی بذارم حرف بزنم، این یعنی این چیزی نداره، توجه میکنی؟ ممکنه یعنی 99% جمعیت ایران بگن این برای خودش حرف میزنه، توجه میکنی؟ من کاری با این ندارم، ولی اون چیزی که مهمه اینه که اگر این میخواد یک نماینده یک حرکت فعال سیاسی هستش که احتمالاً اگر الان هم نداشته باشه ممکنه در آینده داعیه رهبری داشته باشه، توجه میکنی؟ و داعیه رهبری داشته باشه، به نظر من این راهش نبود. توجه میکنی؟ فقط 3 دقیقه تا پایان وقت داریم، صحبت شما رو و آقای فانی هم باید داشته. من میگم که ببینید، من از در شرایط فعلی به علت بحرانی هست، به علت تشتت فکری که هست، به صورت به علت نبودن یک برنامه مشترک حتی مینیموم، توجه میکنی؟ بخاطر بنابراین من میگم که این چیزا، این گرد همایی ها خوبه، ما تخته نمی کنیم، ولی یعنی من به شخصا یعنی یک فرد اینا ولی میگم که من از ترجیح میدم که اینا شتاب زده نباشه. اینا مثلا بیان، من دوست دارم که به ما بگن که کسایی که دعای رهبری دارن یا میخوان داشته باشن، باید بگن که چرا الان این جنبش که اینجوری با این انرژی رو پاپی یعنی واقعا انرژی غریبی یه دفعه بیدار شد، همه جا رو گرفت در ایران. یعنی ما تا به حال یک همچین حرکتی به این وسعت و حتی به این عمق نداشتیم، توجه میکنی؟ بله. ولی یک بار افت کرد. درست. خب چرا افت کرد؟ اینو باید پرسید حتما. ما چی داریم بگیم راجع به این افت کردن و چی کجا پیش میریم؟ بله، هم افت و هم چند دستگی و چند پارگی که هم یک بودن. سپاس، عذرخواهی میکنم، وقت ما رو به پایان است جناب ولی گرامی و جناب آقای فانی یزدی. متاسفانه ما کمتر از یک دقیقه شما بفرمایید. معذرت میخوام، وقت کم آمد، ببخشید. بفرمایید. خواهش میکنم. من فقط میخوام بگم که دوستان ما توجه نمیکنن که نهادسازی سیاسی با سلبریتی ها کار درستی نیست. سلبریتی ها شاید بتونن در کنار نهادهای موجود سیاسی نقش مهمی ایفا بکنن و کمک بکنن، ولی کسانی که فکر میکنن با جمع کردن چند تا سلبریتی، اون هم وقتی که مثلا 2 تا از اونها مثل خانم گلشیفته فراهانی در همین نوستراد جلسه از طرف خودش و علی کریمی مدعی هستش که ما اصلا سیاسی نیستیم،
خب شما اگر سیاسی نیستین برای چی اونجا جمع شدین؟ یعنی اینجا هی تو بوق و کرنا کردن که به اصطلاح یک حرکت سیاسی قرار انجام بشه، خوشخبری دادن به مردم و این کارو کردن. من فکر میکنم این حرکت‌های نمایشی که بیشتر اتکاش به دیپلماسی خارجی هست و روابط خارجی، اینها نه کمک به جامعه ایران نکرده و به همین دلیل هم افت کرده. از اعتراضات برلین اگر ما بیایم تا امروز می‌بینیم افت کرده و هیچ کمکی نکردن. من به نظرم باید ما وضعیتی و نمادهایی رو حتی در خارج از کشور اگر می‌خوایم به وجود بیاریم که اونها کمک بکنن به تقویت جنبش، چه در داخل و چه در خارج، و نه فروپاشی و ریزش نیروهایی که میتونن در خدمت این جنبش به اصطلاح در داخل و خارج از کشور باشن. خیلی از شما متشکرم و از آقای دکتر ولی به همچنین سپاسگزارم از شما جناب فانی. من در انتها بار دیگر مهمانهای گرامی رو معرفی میکنم. جناب پروفسور عباس ولی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی، و همچنین جناب آقای رضا فانی یزدی، فعال سیاسی چپ. سپاسگزارم از شما مهمانان گرامی که تا این لحظه با ما بودید. بله، بدین ترتیب به پایان یک نگاه سوم دیگر رسیدیم. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون آریان که تا این لحظه با ما بودید. تا دیدار دیگر، شاد و تندرست باشید.